رهبر گروه طالبان طی فرمانی به ادارات نظامی و غیر نظامی افغانستان تحت کنترل این گروه نظام بازنشستگی را منحل اعلام کرده است در فرمان رهبر طالبان به وزارت دارایی حکومت طالبان آمده که کسر حقوق بازنشستگی از معاشات کارمندان اداری و غیر نظامی و نظامی از ماه فروردین سال مالی 1403 متوقف شد در فرمان رهبر طالبان از وزارت دارایی خواسته شده است که در مورد تمام کارمندان نظامی و غیر نظامی موجود از جمله تاریخ انتصاب، مدت خدمت و میزان تعیین شده مستمری بازنشستگی آنها به او اطلاع داده شود. شماره دقیق بازنشستگان واجد شرایط حقوق در افغانستان مشخص نیست. اما در سالهای گذشته وزارت دارایی افغانستان از حدود 152 هزار نفر از 119 اداره دولتی یاد کرده است که حق بازنشستگی دارند بسیار از کارمندان نظامی و غیر نظامی که دهها ها سال در نظام دولتی افغانستان خدمت کرده و مقداری از حقوق ماهیانه آنها به حساب بازنشستگی از سوی دولت‌های متعدد گذشته کسب شده می‌گویند که از زمان توقف حقوق ناچیزشان مجبور شدند هرچه را از لوازم وسایل خانه دارند حتی جواهرات زنانشان را بفروشند تا زندگی خود را پیش ببرند رهبر طالبان در فرمان جدید خود دلایل ممنوعیت نظام بازنشستگی در ادارات دولتی افغانستان را بیان نکرده است اما گفته می شود که برخی از رهبران طالبان بر اساس تفسیر خود حقوق بازنشستگی را از نظر شریعت اسلامی زیر سوال بردند. بیشتر صحبت کنیم در این باره با سلطان علی جاوید کارشناس مسائل سیاسی از فرانکفورت آلمان. سلام وقت شما بخیر. آقای جاوید فرمان حذف نظام بازنشستگی از سوی رهبر گروه طالبان را چگونه ارزیابی میکنید؟ سلام خدمت شما و خدمت همه بینندگان شما با تشکر از شما که سوال پرسیدین خدمت شما که در قسمت ارزیابی فرمان ملاحبت الله خدمت شما ارشا که طالبا معمولا با یک ایده بسیار منجمید دینی پیش میرن یعنی هیچ قوانینی را قبول ندارن مگر یک سلسله قوانینی که مثلا اونا از طرف خودشان ابعاد دینی برشان دادن احتمالا مسئله بازنشستگی یا که ما در افغانستان به نام تقاوتی یاد میکنیم احتمالا در متون اسلامی به شکل بسیار واضح نیامده باشه و با اونا هیچ قوانین را نتانسته راجع به مثلا برشان جو درست بکنن بنابراین تصمیم گرفته که این باید حذف بکنن و چون طالب یک عادت دارن که همیشه برای دنیای بعدی فکر میکنه و ایده دنیا اصلا برایش نگران نیستن احتمالا موضوع بازنشستگی یکی از موضوعاتی است که ممکنه برای طالبا مشکلات جدی اجتماعی رو وجود بیاره در صورت که طالبا در مقابل مردم افغانستان مسئولیت احساس بکنن و چون شما هم در متن اخبارتان ذکر کردین خیلی از بازنشسته های است افغانستان که از طریق ماش بازنشستگی مو زندگیشون سپری میکنن در صورت که ایر از اونا برداره و مسئله فقر نامنی و روانی اینا بیشتر خواد شد و کا کاهش امید به زندگی هم کم بشه و بالاخره یک بحران جدید در بین مردم افغانستان ایجاد میشه که بازنشستگی های یکی از بخشی از مردم افغانستان هستند بله در حالی که فقر و بیکاری در افغانستان به اوج خود رسیده این اقدام تازه طالبان تا چه حد فقر و گرسنگی را تشدید خواهد کرد خب بازنشستگی یا معاش بازنشستگی به مسابقه یکی از خدمات اجتماعی است در افغانستان و هم تا در هر سر دنیا یک بخشی از خدمات اجتماعی است که دولت ها مکلف هستند که از یک مقدار ماش کارمندار را ذخیره بکنن تا یکی بعد از سن بازنشستگی در افغانستان 60 سال است بعد از سن بازنشستگی از اون ماش برایشان پرداخت شد تا ادامه زندگی را با مو سپری بکنن در صورتی که این می ماش و یا این خدمات از اینا برداره احتمالا کارمندایی که قبلا با نظام کار کرده باشه یا در سکتور خصوصی کار کرده باشه تقریبا این محروم میشن و با محرومیت اونا از این قضیه دیگه فکر بمون که فقر در اوج خود خواهد رسیدن یعنی فعلا حداقل یک بخشی از مردم افغانستان با معاش بسیار ناچیزی که از بانشستی میگرفتن حداقل یک کمک به زندگیشان میشد ولی وقتی که ایره برداره دیگه فقر به معاوج خود میرسه و در زیم احتمالی حیف مایل بودجه جمع شده به خاطر مسئله بازنشستگی است چون بودجه به یک از ماش و دا از اونها کسر و در یک صندوق بادشتری ذخیره شده و معلوم نیست که طالب با این پولی که اونجا ذخیره است چه کار میخواه بکنن بنابراین فقر افزایش پیدا میکنه و فقر ظاهرا هم به فعلا هم در خود است و در آینده بیشتر خواهد شد و این بسیار کمرشکن برای مردم افغانستان خواهد بود سپاسگزارم از توضیحاتتون سلطان علی جاوید کارشناس مسائل سیاسی از فرانکفورت آلمان